بینندگان عزیز، برنامه رو با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. بزرگترین کنفرانس بین المللی رهبران دینی در قاره آسیا تحت عنوان آموزش معاصر در جهان اسلام در کوالالامپور برگزار شد. این کنفرانس از روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه آغاز و تا روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه ادامه دارد. کنفرانس مذکور با حمایت و مشارکت نخست وزیر مالزی و دبیر کل اتحادیه جهان اسلام و با حضور حدود 2000 شخصیت دینی و فکری از 57 کشور جهان برگزار می شود. هدف از برگزاری این رویداد مهم تأکید بر اهمیت دین در تقویت صلح جهانی، تحکیم همبستگی میان ملت‌ها و شناسایی راه‌های همکاری تمدنی و پرداختن به ارزش‌های اصیل دینی عنوان شده است. در چند روز اخیر تقریبا اکثر نقاط ایران بارانی بود و حتی در مواردی نیز بارش‌ها باعث به وجود آمدن سیلاب شدند. از جمله استان‌هایی که در چند روز اخیر بارش‌های قابل توجهی داشت خوزستان بود که معمولاً چنین زمانی در آن فصل برداشت گندم است. بر اثر سیل به بیش از 100 هزار هکتار از گندمزارهای آماده برداشت این استان تا 50% خسارت وارد شده و در خوشبینانه ترین حالت 200 هزار تن از گندم‌های آماده برداشت از دست رفته است. علاوه بر خسارات به مزارع گندم، به تأسیسات، باغات، گلخانه‌ها و دامداری‌های بسیاری از کشاورزان خسارت جدی وارد شده است.